صحبت میکنه در رابطه با بانو مریم عطایی، سخنگوی نهاد بین‌المللی نجات کودکان. سلام بر شما، خوش آمدید خانم عطایی. در آغاز میخوایم بیشتر در رابطه با این برنامه صحبت بکنیم. چه مدت روی کتاب و ترانه ها کار شد تا که تکمیل شد؟ سلامت باشین. چه کسانی همکاری کردن؟ سلامت باشین. عرض سلام دارم خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز. امروز جای خوشی و مستعد است که کودکای افغانستان در اولین بار کتاب ترانه ها و همچنان سی دی ترانه ها را که دفتر حمایت اطفال با همچنان با همکاری وزارت معارف و اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان ایرا آماده کردن و قرار است در تمام مکاتب افغانستان ای سی دی و ای ترانه ها و ای کتاب تذکیر شود و اطفال بر اولین بار کتاب ترانه های خود و سی دی ترانه های خود داشته باشند. کار از یک سال قبل با ابتکار وزیر صاحب معارف افغانستان و همچنان اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان و هم دفتر حمایت اطفال آغاز شد. ما در ابتدا از تمام شاعرای افغانستان خواستیم و در یک فراخوان که شاعرایی که در رابطه با ادبیات کودک کار میکنند شعرهای خود بفرستند و توسط یک کمیته را که وزارت معارف افغانستان و همچنان دفتر حمایت اطفال ایجاد کرده بود توسط از کمیته این شعرها به بررسی قرار گرفته شد و بهترین شعرهایی را که پیام آور صلح، امنیت، دوستی، برابری و حق شهروندی و آموزش و پرورش است انتخاب شد و در قالب ترانه ها ایجا گرفت و سی دی از که تقریبا 9 آهنگ داره و 9 ترانه داره توسط اینستیتوت ملی موسیقی افغانستان کمپوز، اجرا و همچنان بر اساس تفلاق قرار گرفت. میخوایم از شعر و همچنان مواردی که کار گرفته شده برای ترانه هایی که به کار گرفته شده بیشتر صحبت کنیم، به خاطر از اینکه در کل ما در افغانستان در مورد ادبیات کودکان بسیار کم کار کردیم و کسان کمی را داشتیم که در این رابطه کار کردند. شعرهای ای ترانه، شعرهای ای کتاب و ترانه از شاعرای بسیار سرشناس افغانستان که در رابطه با ادبیات کودک کار کردن مانند دکتر صاحب سمی حامد، خانم شفیقه یارقین، همچنان اماین خیری، استاد سهرگل و هم این از کسای شاعرایی هستند که در رابطه با ادبیات کودک کار کردن که خوشبختانه ما شعرا را از این شاعرها داریم. پیام هایی را که این ترانه ها می رسانه، پیام هایی را که این آهنگ ها می رسانه، پیام های صلح هست، دوستی هست، همدیگر پذیری هست که ما چطور بتونیم این پیام ها را و این واژه ها را از کودکی یاد بگیریم و از کودکی شروع کنیم که ما چطور میتونیم کم دیگر را بپذیریم، ما چطور میتونیم حقوق شهروندی را که از طریق ترانه و از طریق موسیقی و از طریق آهنگ چطور میتونیم ایره ترویج کنیم و ایره به سمع اطفال برسانیم که در آینده یک واقعا یک نسل خوبتر و یک نسل روشنتر و یک نسل متفکرتر داشته باشیم. میخواییم بدانیم که این پیام ها را چگونه میخواییم به کودکان برسانین از طریق این کتاب ها و همچنان ترانه ها، یعنی چگونه این کتاب ها و ترانه ها به دسترس کودکان قرار خواهد گرفت؟ همونطور که شما در گزارش دیدین، ما خوشبختانه دفتر حمایت اطفال تا هنوز 6000 دانه از این کتاب را در سراسر مکاتب افغانستان تقسیم کرده یا توزیع کرده. ما با همونطور که وزیر صاحب معارف افغانستان دهات سپردن، ما قرار است که ای سی دی آهنگا و همچنان کتاب ها سال آینده و تمام مکاتب افغانستانی یا امسال بعد از اینکه ما نشر میکنیم و بعد از اینکه به چاپ میرسه قرار است این سی دی و این کتاب تمام مکاتب افغانستان برسه، توزیع شوه و اطفال بعد از این کتاب ترانه هایی را که در تمام دنیا شما وقتی که مکتب میرین شما یک جزء کاریکولم یا جزء نصاب تعلیمی شما یا آموزشی معارف کشورها هستند که اما ترانه ها و موسیقی را که پیام های مختلف داره طفلا دارند که ما خوشبختانه تعهد از وزارت معارف افغانستان گرفتیم که ما بتونیم این کتاب و سی دی ها به مکاتب افغانستان تکثیر شود و از این به بعد طفلای افغانستان با می پیام ها در دسترسشان قرار بگیره. در کنار اینکه شما میخواین این پیام ها را برسانین، اگر ما نگاهی به برنامه آموزشی فعلی داشته باشیم، مطمئنا با پیام هایی که این بار داده میشه برشان از طریق این کتاب ها و ترانه ها خیلی متفاوت است و حتی در موارد متناقض میباشد. شما چقدر تاکید دارین روی وزارت معارف که در کل روی موارد دیگه هم که درس داده میشه، بحث خشونت زدایی، بحث تبعیض و تفکیک جنسیتی و موارد صلح و تندوستی، شجاعت، اعتماد به نفس، تمام اینها گنجانیده بشه برش؟ یک چیز رو باید یادآور شویم که واقعا نصاب تعلیمی افغانستان یا نصاب آموزشی افغانستان
مشکل خود داره. ما تا هنوز نتونستیم یک نصاب معیاری که در دنیا وجود داره را ما برای شاگردای افغانستانی و متعلمین افغانستان فراهم بسازیم، که من فکر میکنم که روی نصاب تعلیمی افغانستان و نصاب آموزشی افغانستان باید کار صورت بگیره. پیامایی را که شما گفتین، واژه‌ای را که شما گفتین که همونطور که تساوی جنسیتی هست، خشونت زدایی هست و همچنان شجاعت و صلح و همدیگر پذیری هست، که کل ازی در یک کتاب گنجانیده شده، که ما روی یک کتاب دیگی خود کار کردیم که روی پیام های دیگی یا روی امو واژه های دیگی ره که میتونه اطفال افغانستان زیادتر به فکر واداره و زیادتر روی روشن فکری و متفکر بودنشون کار کنن، قرار از دفتر حمایت اطفال کار کنن. ما در برنامه گذشته خود که داشتیم که تقریبا 80 دونه کتاب قصه ها را به مکاتب افغانستان فرستادیم، که قصه های یعنی که از خود شاگردا از معلمین افغانستان جمع آوری شده و این قصه ها اون قصه است که در مورد افغانستان صحبت میکنه، در مورد شجاعت صحبت میکنه، در مورد همدیگر پذیری صحبت میکنه، که کتابا در تمام مکاتب افغانستان تقسیم و توزیع شده، که ما امیدوار هستیم که ما بتونیم زیادتر از این کتاب های قصه ها و همچنان ترانه های کودک کار در افغانستان برای اطفال داشته باشه. این برنامه مداوم خواهد بود، یعنی که در قالب شاید برنامه های دیگه همچنان میخواین که ادامه بدین این روند شما؟ دقیقاً همونطور که من گفتم که ما قرار است که چندین کتاب دیگری در سالهای آینده برای اطفال افغانستان در قالب شعر، در قالب ترانه و در قالب آهنگ داشته باشیم، و همچنان قصه هایی که قرار است ما تا سنف 8 مکتب و سنف 6 مکتب و از شروع مکتب تا سنف 6 و 8 مکتب در زیر سنین برای اطفال داشتیم، که قرار از این کتاب ها تداوم پیدا کنه، چاپ از این کتاب ها تداوم پیدا کنه، و همچنان کتاب شعرا و ترانه ها در قالب آهنگ و ترانه هست برای شاگردان مکاتب. به خاطر از اینکه این ارزش ها، این کلماتی که ارزش هستن در ذهن کودکان ملکه ذهنشان بشه و جایگزین بشه، شما چقدر در نظر گرفتین در قالب برنامه های دیگه هم این را برای اطفال بفهمانین و جایگزین بکنین، مثل تئاتر، مثل اینکه خواسته باشن بازی بکنن و یا اینکه موسیقی خودشان انجام بدن، در این برنامه هم داریم؟ بله، ما قرار است یک برنامه رو در مورد اطفال جدایی که رو جدا کار میکنن و اینا فوتو اکسیبیشن یا نمایشگاه عکاسی که یک طفل میره عکس میره از زندگی روزمره یک طفل که در روی جاده کار میکنه. همچنان یک فیلم فستیوال است، قرار است که کسایی که روی اطفال جاده کار میکنن یا روی فیلم سازی روی اطفال جاده کار میکنن قرار داشته باشیم، که نمایشگاه ها قرار است تا چند ماه دیگه اتفاق بیفته و ما از تمام عکاسان و به خصوص اطفالی که ما برشون آموزش داده میشه که اینا برن از زندگی خود روزمره خودشان فیلم بگیرن و از روزمره زندگیشون چه اطفال قرار است واجد شرایط باشن و شما امکانات در اختیارشان قرار اطفالی که روی جاده کار میکنن، خود اطفالی که روی جاده کار میکنن تحت حمایت برنامه ما هستن، قرار است اینا برن خودشان ما اینا را آموزش بدیم که چطور اینا عکس بگیرن و چطور فیلم بگیرن، و اینا میرن خودشان از همتای خودشان و کسایی که روی جاده کار میکنن عکس میگیرن، و این عکس ها قرار است بعد از یک رقابت قرار است اول، دوم و سوم برشان جایزه داده شود، و ما بتونیم از این طریق همین زندگی واقعی که اطفال روی جاده ها در روی جاده های در یک روز متحمل میشن توسط خودشان در تصویر بکشانیم. میخوایم بشنویم از این که تا حال فکر میکنین کودکان افغانستان واقعا چقدر جدی گرفته شدن برای اینکه کاری برشان سپرده بشه، مسئولیت پذیرشان بکنه و اینکه نشان بده کودک هویت مشخصی از خود داره، چقدر فکر میکنین این اتفاق افتاده و شما چقدر خواهان این هستین که نهادهای دیگه و همچنان حکومت در این راستا حمایت‌های مشخص داشته باشن؟ متاسفانه باید اینو ما باید بگوییم که وضعیت طفل در افغانستان واقعا خراب شده. ما 2 میلیون طفل روی جاده کار میکنیم، 7 میلیون طفل ما از مکتب باز مانده، همچنان بیشتر از 9% اطفال پیش از رسیدن به سن 5 سالگی جانای خود از دست میتن، که این مرگ و میر اطفال نشان میتن، و همچنان محافظت اطفال متاسفانه در افغانستان هنوز صورت نگرفته. یک بودجه مشخصه که محافظت اجتماعی اطفال در افغانستان تضمین کنه وجود نداره. ما سر روی یک مقرری کار میکنیم با نهادهای بین‌المللی در افغانستان و همچنان با هماهنگی حکومت افغانستان که مقرری طفل است، که این مقرره باید تا آخر همین سال میتونه تصویب شود و یک دستاورد بسیار خوب برای حکومت فعلی افغانستان میتونه باشه، که این مقرری طفل کار اطفال در افغانستان منع قرار میده و همچنان محافظت اجتماعی اطفال در افغانستان
محافظت میکنه. شما وقتی طفل که روی جاده کار میکنن با خیلی آسیب های زیاد روبرو میشن، یا آسیب ها میتونه آسیب های جنسی باشه، آسیب های روانی باشه. و همچنان در گزارش های اخیری را که یونما اعلان کردن، ما در سه ماه اول سال 2017 بیش از 210 طفل کشته داشتیم. در شش ماه اول سال که هفته گذشته یونما در آخرین گزارشات خود نشر کردن و منتشر ساختن، شما دیدین که بیش از 436 طفل کشته داشتیم. این نشان میده که پایان دوره کودک در افغانستان. ما در روز جهانی کودک یک گزارش را برنشر رساندیم که پایان دوره کودکی در افغانستان نشان می‌دهد و افغانستان در سه بدترین کشور دنیا قرار گرفته از نگاه رشد در وضعیت کودکان. متاسفانه. سپاسگزارم از حضور شما مریم عطایی، سخنگوی نهاد بین‌المللی نجات کودکان. سلامت.